سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز. من شیخ الاسلامی هستم، مدرس دانشگاه تو رشته معماری عمران و فعال صنعت ساختمان. خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه صنعت ساختمان خیلی از شغلا رو تحت تاثیر خودش داره، یعنی وقتی صنعت ساختمان فعال میشه خیلی شغلای دیگه شروع به رشد و بازار به قول معروف به بالا و رو به رشدی رو دارن و رکود صنعت ساختمان واسه میشه خیلی از شغلام تحت تاثیر قرار بگیرن. ولی ما متاسفانه مشکلاتی داریم، حالا مشکلات حکومتی و مشکلات مادی و اقتصادی که به کنار، ولی یک سری مشکلات داریم که دلایلش میتونه طولانی شدن اخذ مجوزهای لازمه، عدم ارتباط با بعضی از کشورها برای ارتباطات متریالی هستش و یا شرایط خاصی که ممکنه موقتی و موضوعی و موضعی پیش بیان. و فکر کنم اینا مشکلات اصلی هستن که باعث میشه که صنعت ساختمان یه مدتی توقف کنه و یا از اون رشد اصلیش جا بیفته. چون میدونید دیگه ما هدف اصلیمون تو صنعت ساختمان زمان و هزینه است، یعنی اگر ما زمان رو از دست بدیم و یا هزینه رو نتونیم داشته باشیم، این باعث میشه که رکود صنعت ساختمان برای ما ملموس‌تر بشه. به نظر من اینقدر ما سرمایه‌گذارهای خوبی داریم و سرمایه‌گذار داریم که دولت تنها کاری که میتونه بکنه تسهیل تو روند بوروکراسی‌های اداری است، یعنی تو روند پروسه‌هایی که بابت اخذ مجوز، بابت یک سری مشکلات که سازنده ها دارن، اگر این مشکلات رو دولت حل کنه سازنده خودشون سرمایه میارن، خودشون نیروی کار به حد کافی. ما داریم، ما الان یه عالمه نیروی کار مهندس، نیروی کار پیمانکاری داریم که جویه کار و جوی پروژه جدید هستن. فقط دولت بتونه تسهیلگری کنه تو روند اخذ مجوزها، یک سری تسهیلات زمانی بده، یعنی اصلا تسهیلات مالی هم شاید نده، هیچ گلایه‌ای نباشه، ولی تسهیلات زمانی و مجوزی باعث میشه که سازنده ها راغب بشن برای اینکه پروژه ها رو بیشتر بگیرن، یعنی پروژه های بیشتری بگیرن تو سرعت بیشتری با نیروی بیشتری، و کمک بکنیم به اینکه زمان سریعتر به بهره وری بیشتر که رغبت پیمانکارا و کارفرما رو بیشتر کنه. نه گلایه صحبتایی که کردم بابت اینکه صدور پروانه رو، با توجه میگم من تخصصم تو مرحله یعنی صدور پروانه پایان تر است، بهت میگم اصلا تسهیلی تو زمان نشده، اومدن پروسه رو به چند مرحله تقسیم کردن که مرحله اولش زمان کوتاهی است. شما میتونید یه نقشه موقتی بدید، فیشو بگیرید، فیش پروانه بگیرید، ولی پروانه اصلی که شما میتونید شروع عملیات ساختمانی بکنید یه پروسه خیلی طولانی که خیلی از مواقع تو پروژه کوچیک زمان کلی و اندازه زمان ساختی پروژه طولانی میشه و این سازنده ها و کارفرما ها رو خیلی اذیت میکنه. ما هیچ شاهد رشدی تو زمان اصلی نیستیم، فقط زمان اولیه که هیچ کمکی نمیکنه، یعنی فقط شهرداری داره این زمان رو کم میکنه که خودش پول زودتر بگیره، در جهت اینکه بخوان ملک و یعنی مهندسای مربوطه منصوب بشن و پروژه به مرحله تخریب و شروع عملیات برسه. نه تو این زمان ما هیچ شاهد رشدی نبودیم.